امروز میخوایم بریم با هم دیگه تیم منتخب کریستیانو رونالدو رو مقابل تیم منتخب لیونل مسی قرار بدیم و ببینیم که برنده این رقابت چه کسی خواهد بود. سلام آقا، خوش اومدیم به یک ویدیو جدید. توی این ویدیو همونجوری که بهتون گفتم داستان از این قراره که اومدیم یه تیم درست کردیم که داخلش هم تیمی های کریستیانو رونالدو توی این دوران فوتبالی، چه توی منچستر یونایتد باشه، چه داخل رئال مادرید و چه داخل اسپورتینگ و کلا همه تیمایی که بازی کرده، هم تیمی هاش رو آوردیم توی یک تیم به اضافه کریستیانو رونالدو که این هم تیمیاش جز بهترین هم تیمیاشن و همه این بازیکن ها رو به اضافه کریستیانو رونالدو بردیم داخل رئال مادرید، چون رئال مادرید تیمی بوده که کریستیانو رونالدو توش بیشترین بازی رو انجام داده و به نوعی خیلی خوب اونجا انجام داده، به نوعی که دیگه فکر کنم 4 تا از چمپیونز لیگاش توی رئال مادرید گرفته بوده و 22 تا بازیکنی که هم تیمی رونالدو هستن داخل اونجا هم واسه لیونل مسی هم همین اتفاق دقیقاً افتاده، ولی توی بارسلونا، چون دیگه لیونل مسی خیلی توی بارسلونا بازی کرده و تمام این افتخاراتش رو فکر کنم اکثرا 80-90% توی بارسلونا بوده. همه بازیکن‌ها چه لژند باشن، حالا چه آیکونیک باشن، چه بازیکنایی که در حال حاضر دارن فوتبال بازی میکنن، به عنوان هم تیمی این دو تا بازیکن توی تیم‌های مخصوص خودشون قرار گرفتن. سریع بریم سراغ ویدیو، خیلی حرف زدم. آقا یه توضیح بدم، راند اول رو قراره که من الان ببینم ترکیبشون رو بهتون نشون میدم، ترکیبشون رو خودم میچینم واسه هر دو تیم طبق اوورالی که دارن، اما راند اول رو اجازه بدید که یعنی میذاریم که خود سیستم بازی کنه، راند دوم هر تیمی که عقب بودش ما میریم واسه اون تیم بازی میکنیم، یعنی اون تیم خودمون میگیریم، تیم مقابلم با کامپیوتر میگیریم، یعنی روبرومون کامپیوتر دیگه. تیم رئال مادرید رو ما اینور ور میداریم، واسه تیم روبرومون هم تیم بارسلونا رو ور میداریم، میریم و هم دیگه ترکیباشون رو یه نگاه میندازیم و بازیکنایی که اووردیم رو میبینیم. شما همونجوری که دارین میبینید الان فعلا واسه رئال مادرید رو بهتون نشون میدم، واسه رئال مادرید کاسیاس توی دروازه است، چون کاسیاس فکر کنم توی بین بازیکنایی که با کریستیانو رونالدو انجام شده فکر میکنم که کاسیاس بیشترین بازی رو با رونالدو انجام داده باشه، فکر میکنم. و اینجا حالا پر داریم، سرخیو راموس رو داریم، واران رو داریم، کارواخال و حالا 10-11 تا بازیکن تازه بیرونن، بیشتر از 11 تا بازیکن که حالا خیلیشون توی لیست تعویضی ها قرار نمیگیرن. دیبالا هستش که ما طبق اوورال بعد قرار بدیم، فکر کنم دیبالا اینجا بهتر از گرت بیل کار کنه. نه، ترکیبشون هم راستی دقیقاً مثل همه، ادوانساشون همه چیشون مثل همه، یعنی هیچ بی‌عدالتی انجام نشد، خیالتون راحت راحت باشه. بنزما رو گذاشتم نوک، ولی نوک فکر کنم بهتر از بنزما داشته باشیم. آره، وین رونی رو داریم، وین رونی رو به جای بنزما میذاریم، کریستیانو رونالدو همینجا باشه به جای بیل. او فیگور رو داریم، میتونیم فیگور رو بیاریم، دیماریا هم میتونیم بیاریم. آقا داستان دیماریا از این قراره که دیماریا با مسی هم بازی کرده، آقا درسته تو آرژانتین هم با مسی بازی کرده، تو پاریس سن ژرمن هم مسی بازی کرده، اما چون دیماریا تعداد بازیاش با کریستیانو رونالدو بیشتر بوده اومده توی این تیم. و اونورم حالا پیکه هستش، پیکه هم با رونالدو یه چند سالی بازی کرده توی منچستر یونایتد، اما چون با مسی بیشتر بازی کرده حالا رفته تو تیم مسی و حالا اینو ما به جای فیگو تعویضش میکنیم. من این ترکیب رو دارم میچینم، AMF فکر میکنم که AMF بهتر از مودریچ نداشته باشیم. نه چرا، داریم. اینم گیگز، حالا نمیتونم بیارمش دیگه. کی؟ آقا ژاوی آلانسو رو بیارم داخل یا کاسمیرو داخل باشه؟ من ترجیح میدم کاسمیرو داخل باشه بخاطر اینکه دی ام اف بهتری داره، اما از اون طرف ما اینجا میتونیم یعنی سی بی بهتر از پپه و راموس هم داریم. من ترجیح میدم مثلا پپه اینجا باشه، راموس بره اینجا و اینجا ما یه بازیکن لژند خفن بیاریم و فقط مونده جناح چپمون که اینجا ترجیحاً مارسلو باشه و تیم رئال مادرید چیده شد. حالا بریم سراغ تیم بارسلونا. تیم بارسلونا ترشتگن توی دروازه قرار گرفته، پویول، پیکه توی دفاع هستن، دنیال وز و جوردی آلبا دفاع چپ و راست، بوسکتس که فکر کنم بیشترین بازی رو با مسی داشته تا الان توی دی ام اف اون قرار میگیره، ژاوی و رونالدینیو هستن، امباپه هم نوک، اینجا هم تریانری نباید باشه، خود مسی کوپ است، مسی رو آوردیم اینجا. فقط میبینید الان من مثلا اینجا آنری رو آوردم، پدرو رو آوردم و سوارز و اتو کوتینیو دیانگ و حالا اینا بودن، آنگوئرو هم هست، اینیستا هم آوردم. راستی اینیستا منتها اگه من بیارمش به جای رونالدینیو به ما اوورال کمتری میده، بنابراین ما اینیستا رو بیرون نگه میداریم چون به جای ژاوی و رونالدینیو نمیتونیم استفادهش کنیم. و اینجا سی اف مون رو میتونیم به جای هانری تعویض بکنیم، ولی من ترجیح میدم که این کارو نکنیم چون استقامت امباپه بیشتره. آقا به نظر شما توی این ال کلاسیکو جذابی که میخوایم الان شاهدش باشیم، منتخب لیونل مسی یا منتخب رونالدو میتونه آیا و
برنده بازی اول یعنی کیه به نظرتون؟ من به نظرم اوورال بارسلونا خیلی بهتر شده تیمشون، و دیگه تو حساب کن ژاوی و رونالدینیو بوسیس اون وسط دیگه خودش توی تیم اون وسط یعنی. و این هم میبینی اسکورورد باحال لالیگا رو اضافه کردم، اگه دوست دارین حتما توی کامنت بگین که آموزشش رو بذارم. این هم یک ال کلاسیکوی جذاب. اگر که دوست دارین بدونین که چطوری میتونین بازیکن‌های کلاسیک رو بیارین داخل پی اس 2021، حتما اینجا یا اینجا یه دونه کارت میذارم اون رو نگاه کنین، توش کامل یاد دادم، هم توی PS4 هم توی PS5 و هم توی PC. بله بازی شروع میشه. دوربین رو یه لحظه من درست کنم دوستان. بله بازی شروع میشه. ما سرمربی هستیم، به عنوان کوچ عمل میکنیم، اما من هیچ تعویضی واسه هیچ کدوم انجام نمیدم. نه نمیشه واسه رئال انجام ندم، که اگه واسه رئال انجام ندم خودشون انجام نمیدن. یو اول فصل امباپه خیلی خوب داره کار میکنه، فکر کنم درو کنه قشنگ دفاعی رئال رو اگه ما حواسمون نباشه. ماشاءالله رونالدینیو نیمار، رونالدینیو نیمار رو تو فقط توی یه تیم تصور کن دیگه، دو تا تکنیکی. ژاوی و اینیستا رو اگه میذاشتم چیز نابی در میومد. اوه یو اول فضل، تیر دروازه به لرزه در میاد، شانس آوردیم تو گل نشد. یه تغییر مسیر داد تو، بعدم تغییر مسیر داد. یو علی میبینه چه جوری دارن پاسکاری میکنن، خدا وکیلی یه لحظه فقط ادیتور زوم کن رو اینا. هیچ گل خوردیم با 100% شانس آوردیم. بده بره دیگه رونی، پاس بده دیگه، بنده را بنداز. ای نرفت، برو برو به ایرونی، ابا گوساله پاس بده. من واقعا به اون برگردونی که زدی شک میکنم آقای وین رونی، نمیدونم پوشکاش گرفتی اون موقع. پاس، وو چه شوتی زدیم آقا، چه شوتی زدیم. کی داره میزنه؟ کروس داره میزنه. آره آما شالا خیلی خوب کشید گوله. ووش ووش خیلی زیبا کشید رو سر کریستیانو رونالدو. آقا نیمه اول که 0-0 شد، من نمیدونم چجوری بازی به این استرسایی میتونه 0-0 بشه. تا حالا ال کلاسیکو نیده بودم که 0-0 بشه، اما من فکر میکنم که یه تغییراتی باید انجام بدیم، چون ما دوتا شوت بیشتر نکردیم، اونا 5 تا شوت کردن. فکر میکنم وقتشه که ما وین رونی رو بیاریم بیرون، بنزما رو بکشیم تو، و فیگورم میتونم بیارم بیرون به جای حالا دیوالا هم میتونم بیارم، ولی ترجیح میدم که بیلو بیارم چون سرعت بیشتری داره. آ ماشاءالله آج کریم، برو آج کریم بکش تو. بابا ماشاءالله. و ببینیم که چه میشود. گرت بیل پاس، چی پاسی، شوت، فقط شوت. راموس ووش، اوهو اینا پاس میدن چه در میگیرن، کسافت ها میبینی، چه پیگه گدوی دارن میکنن، چه تیکی تا گوی دارم میکنم، واقعا باورم نمیشه اینقدر کامپیوتر از ما بهتر بازی کنه. یا اول فضل بده بهش، آه شوت ماشالله بده بهش، آه ماشالله گلو بزن گرت بیل، گله گل، ماشالله ماشالله گرت بیل دروازه حریف رو باز میکنه در دقیقه 79 بازی، 3 دقیقه وقت اضافه. آمو شده حاج کریم، آمو شده تیکی تاکا، گن زدی با اون پاست، نه نه رسیدش. آها بده بیرون، بده بیرون، سانتر، شوت. بعدا این کورنر رو بخوره ببینیم گل میخوره یا نمیخوره تو این کورنر. پدرو رو برد جای مسی، انقدر دادم گاو. هیچی اینم که نشد و بزنی تمومه، سوتو بزن بریم دیگه، تمام. آقا یک بر هیچ، بازی اول، و همون جوری که من گفتم باید بریم توی تیم الان بارسلونا رو بگیریم واسه خودمون، به عنوان میزبان بشیم این دفعه. خب آقا دست دوم ما این دفعه بارسلونا رو گرفتیم، و بارسلونا رو قراره که سرمربی کنیم، یعنی خودمون بازی نمی کنیم، فقط سرمربیشو میکنیم، چون اگه من بخوام بازی کنم اینا رو میبرم. خفه شو بابا. ابل فضل، ابل فضل، یا ابل فضل، بگیرینش بگیرینش، شوت شوت مسی، شوت شوت بابا، چپ شد. او پاس 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 پاس، آها شوت شوت شوت. نیمه اول متاسفانه ما یک هیچ عقبیم، با اون یک هیچ دو هیچ عقبیم، اصلا نتونستیم از
قابلیت همون به درستی استفاده کنیم واقعا به معنای واقعی گن زدی. رونالدینیو برو جلوتر، اینا رو هم اینجوری کن و کمی دور چین از هم. کسی رو تعویض نکردم، فقط کانتر تارگت امباپه رو گذاشتم، یکم بازیکن‌ها رو جمع کردم، کشیدم جلو رونالدینیو رو. ببینیم چیکار میکنن. پاس بده اونور. اوهو چه عجب، آه ماشاءالله شوت. بیا رفت مودریچ. جاوی رو تعویض کردیم به جای فرانک دی یانگ. یو علی بابا بده بره، ما دوتا گل هنوز یکیش هم نزدیم. خدایی خیلی بد دارن بازی میکنن، جلوی ما داشتن مثل گرگ بازی میکردن. همون ترکیبه، همون بازی کنن. بده تو، آها تک به تک، ماشاءالله یه گل در اومد. آقا مسی رو نمیتونم تعویض کنم چون این ویدیو کلا واسه مسیه. سرجیو روبرتو رو میتونم بیارم تو چون با مسی هم بازی کرده. آقا اولین گل جبران میشه، بریم واسه گل بعدی. سریع باید بریم واسه گل بعدی. دقیقه 90 شد بابا، شما جون کندین دقیقه 90 شد، بکشین عقب خط آفسایدو. بیا جلو ترشتگن، بیا جلو. دو دقیقه آقا اینو نریم تمام کارمون، تمام کار. متاسفانه 2-1 ما باختیم. اما اگه امتیاز زمین رو داشتیم مساوی میشد. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومده باشه دوستان، اینکه پارت های بعدیش رو با بازیکن‌های مختلف بریم حتما توی کامنت بنویسید و لایک و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه. اینستاگرام هم فالو بکنید که سریعتر برسیم به سیکو. و ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.